یک مبلغ مصری به جرم تبلیغ خشونت و افرادگری توسط پلیس در جنوب ایتالیا بازداشت شد. این مبلغ مصری که مدیریت یک مرکز فرهنگی را به عهده داشته، متهم به آموزش تفاسیر افراطی و خشونت آمیز از دین اسلام به کودکان شده است. پلیس مرتبط با تحقیقات امور مالی در شهر فوجیا در ایتالیا اعلام کرده که این واعظ مصری با نام محیدین مصطفی آمر عبدالرحمن متهم به همدستی جنایی با سنیهای های داعش بوده که هدف آنان تروریسم و تحریک خشونت است. همچنین پلیس ایتالیا ضمن بازرسی از مرکز فرهنگی دعوت متعلق به این مبلغ مصری اموال این مرکز را مصادره کرد. در بیانیه پلیس آمده است این یورش بخش از یک تحقیقات بزرگتر پلیس بوده است که در ماه جولای سال گذشته منجر به دستگیری یک مرد تندروی چچنی به نام الی بالاتیوف شد. به گفته پلیس او متهم به همدستی با تشکیلات داعش در سوریه و شرکت در حملات مرگبار علیه روزنامه نگاران خارجی و روسی در چچن بوده است. گفتن دولت ایتالیا اخیرا حملات علیه سنیهای تندروی داعش و افرادگرایان رادیکال را در دستور کار خود قرار داده است